و سوال ما این است که چرا اکثر افراد با وجود دوست داشتن تجارت آن را انجام نمی‌دهند؟ عزیزا، هر کدامتان به این اسم جوابای متفاوت دارین. شاید بگوییم پول ندارم، شاید بگوییم مال سرمایه نیست، شاید بگوییم مفکوریش ندارم، شاید بگوییم ترس دارم، شاید بگوییم اعتماد به نفسش، شاید بگوییم راهش بلد نیستم، و و و و امثال هم خیلی موضوعات شاید شما بگوییم، یا شاید بگوییم فعلا وضعیت کشور امنیت یا وضعیت اجاب نمیکنه تجارت انجام بدم. اما میخوایم یک جواب کاملا متفاوت و یک جواب کاملا خاصی داشته باشیم و راجع به اون صحبت کنیم. و اون جواب که من براتون میگم این هست که یعنی اکثری دلیلی که مردم تجارت را دوست دارن و انجام نمیتن، دلیلش این است که تصمیم گیری به عهده خودشان هست. قبل از اینکه من به این جواب بیایم تا این را بیشتر براتون توضیح بدم، میخوایم نظام های درآمده از دیدی یکی از افراد موفق دنیا به نام آقای رابرت کیوساکی تشریح بدم. آقای رابرت کیوساکی کسی است که در این عرصه‌ای که من براتون معرفی میکنم بیش از 30 سال تحقیق کردن، شخص بسیار موفقی هست، نویسنده خیلی کتاب‌های مشهوری در جهان هست، من جمله کتابی به نام تجارت قرن 21 که از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، یا 21st Century Business. کتاب دیگری داره به نام پدر پولدار پدر فقیر اگه شنیده باشید، کتاب دیگری داره به نام دانشکده کسب و کار، کتاب دیگری داره به نام دست‌های طلایی یا گلدن هندز بر انگلیسی که او را با آقای دونالد ترامپ یک جای نوشته. خلاصه یکی از افراد موفق دنیا، یکی از ثروتمندترین افراد دنیا و یکی از استادان بسیار و یکی از ترینرهای بسیار مشهور دنیا هست. این شخص یادی هم نیست. این شخص تمام نظام های درآمد با چهار بخش عمده تقسیم میکنند که به نام چهار روب نقدینگی آقای رابرت کیوساکی هم مینامند که چهار روب است. من مینویسم بعدا تشریح میدم. روب اولی که شخص مینویسه اینجا و یا توضیح میده و یا تمام نظام های درآمد با چهار روب تقسیم میکنند، روب اولش روب ای یعنی امپلایی. امپلایی یعنی کارمند. میگن در نظام های درآمد یکی از افرادی که از این درآمد ها مستفید میشن کارمند است. کارمند کی هست؟ چی هست؟ چه باید بکنم؟ چه باید نکنم؟ چند بیایم؟ چند بروم؟ چند بگیرم؟ هیچ نقشی در زندگیش ندارم. همه را دیگر ها برش تعیین میکنم. همه صلاحیت زندگیش در دست کسی دیگر است. و معمولا این شعار اکثریت افراد متاسفانه هست که برمیگرده به طفولیت ما بیشتر، که ما زمانی در خانواده بزرگ میشیم و فامیل خانواده ما را زمانی بزرگ میکنن و مکتب میفرستن، اکثریت خانواده ها به این مورد تشویق میکنن که بچه درس بخوان، نمره عالی بگی، زحمت بکش، غیرحاضری نکو. و بعد از اینکه رفتی پوهنتون یک دانشگاه یک پوهنزی مثال فوق‌العاده انتخاب کو، کوشش کو کادر با بهترین نمرات فارغ شوی. بعد از این همه زحمت باز ما را میگه بعدش برو یک جای یک وظیفه به دست بیار، یعنی برو کارمند شو، یعنی برو عمر خود را در مقابل یک مقدار پول تا یک مدت به فروش برسان. اگر ما این رو بهم تشریح بدم بعد از اون یک دو را با هم رابطه بدم، رو به اس هم یک تعداد از دوستای یا جوانایی هست که تجارت‌های خرد و کوچک را آغاز می‌کنند، یا مثلا یک ماینه خانه، یک کلینیک شخصی، یک لابراتوار، یک سوپرمارکت و همچون موضوعات امثال هم مثل یا مثال‌های از اینها می‌داشته باشد، که یا هم در زندگی مثلا اس یعنی small business owners صاحبان کسب و کار کوچک. خب این طبقه زیادتر تمرکزش بر ایست که باید خودت کار کنی، بیشتر بر سرپای خودت باشی، یک کار خرد و کوچک از خود داشته باشی که حداقل معاش و یاشه روزانه خانواده تا کسب کنی. و در مجموع بالعموم این دو طبقه به خاطر امنیت شغلی در زندگیشان کار میکنن و چیزی که بسیار مهم است در زندگیشان امنیت است. یک درآمد بخور نمور که دفعتاً زندگی مرا اکمال کنه و یاشه کنه و پیش ببره. و کارمند هم اردویش. هر دوی دو طبقه در یک دام قرار دارن به گفته آقای رابرت کیوساکی، و او دام هست عمر یا وقت در مقابل پول. یعنی وقت و عمر خود در مقابل پول تبدیل میکنن تا وقتی که انرژی دارن توان دارن، و زمانی که انرژی توانشان ختم میشه دیگه درآمدی نیست، یا دفتر خود بسته میکنن دیگه درآمدی نیست. خب آقای رابرت کیوساکی پدر کتاب پدر پولدار و پدر فقیرش
که البته پدر فقیرش پدر اصلیش می باشه و پدر پولدارش پدر دوستش می باشه که خیلی در زندگیش برش خدمت می کنه و از احترام بر از او هم پدر می نامه یا او را پدر صدا می کنه. میگه من زمان پیشی پدر فقیر خود می رفتم و را همی تشویق می کرد بچه دست بخواه نمره عالی بگی زحمت بکش و پهنتون خوب فارغ شو بعدش برو کارمند شو. و برعکس میگه من زمان پیشی پدر پولدار خود می رفتم و را می گفت که بچه این کوشش که یک کار به خود را اندازی کنی، یک کار را اندازی کنی که بتانی سبا به ارث بگذاری، یک کار را اندازی کنی که امروز تو قدم هایش را بگذاری سبا نسل های بعدیت از او مستفید شوند و از او بهره ببارن، بتانی حتی بفروشی اگر خواستی. ما در کارمندی هیچ صلاحیتی در کار و بزنس و تجارت خود یا او شرکت نداریم. بهترین کارمند هم باشیم، یک کسی جدیدی بیاد جاگزین دفتر یا رئیس دفتر شو یک شرکت دیگه شرکت ادغام میکنن، میتونم با شما را اخراج کنم. پس میگفت یک کار از خودتان را اندازی کنید و تشویقم میکرد که من تجارت کنم، تشویقم میکرد میگفت که من کار خود داشته باشم و یک جمله را میگفت همیشه تکرار میکرد پدر پولدار برام، میگفت که Why we work hard for something we never own؟ ما چرا برای چیزی که هیچ وقت مالکش نیستیم این همه تلاش میکنیم؟ و این جمله میگه من را به فکر فرو میبرد. خب ما رو بی داریم، بی یعنی بیگ بزنس آنر، صاحبان کسب و کار بزرگ مثل بیل گیت، سرمایه‌داران که حداقل بیش از 500 نفر کارمند دارن و کارمندانشون باعث میشه که یا درآمد خوبی داشته باشن، و رو بی آیم رو بی اینوستمنت یا اینوستور یا سرمایه‌گذاران هست که پول بیشتر دارن، پولشان برشان کار میکنن. عزیزا هدفم تمرکز بر رو بی به خاطر هست ما دو ضمیر داریم، یک ضمیر خودآگاه یک ضمیر ناخودآگاه. خودآگاه ضمیر هوشیار ماست، ناخودآگاه ضمیر ناهوشیار. خب بحث از این خیلی بزرگ است، انشالله بودیم در جلسات بعدی بالا از این تکمیل بحث میکنیم، اما به شکل عموم اگر بگویم ناخودآگاه ضمیر بسیار پرقدرتی هست و معمولا محیط یا جامعه خانواده ما که باعث میشن و اکثر چیزهایی که در زندگی ما به اثر تکرار مکررات به وقوع میپیوندن یا پیش می آید همه از این انتقال میکنه با ناخودآگاه و بعدا که ما بزرگ میشیم اکثر کارها و برنامه های ما در کنترل ناخودآگاه ما میباشه و خیلی چیزها رو ما نمیخوایم اما ناخودآگاه نمیریم انجامش میدیم. من جمله با یک مثال کوچک میتونم تا بفهمین بحث ناخودآگاه چقدر قدرت است. شما تلویزیون میبینین خودآگاهتان میگه این داستان است، فیلم است، ساخته شده، اما ناخودآگاه میخندین در بعضی صحنه ها، ناخودآگاه گریان میکنین در بعضی صحنه ها. شما نمیخواستین گریان کنین اما از چشمانتان اشک میریزه. پس این بحث ناخودآگاه واقعا خیلی پرقدرت است. اینجا ما شما ناخودآگاه چه بزرگ میشیم از طفولیت. من با خیلی از جوان ها میبینم دو سال است بیکار است و ازش میپرسم که چرا بیکار هستی، میگه ما دو سال حالا اپلای کردیم. دو سال میشه فقط اپلای کردن یاد داره. ای به نظر تو منطقی است یک کار شما دو سال انجام دادین هیچ نتیجه نگرفتین، میخواین باز هم ادامه بدینش یا باید راهتان را تغییر بدین؟ عزیزان اینجا مثلا این مفکوری است که ما تو بزرگ شدیم. این شخص، این جوان شاید پول داشته باشه، شاید توانایی تجارت داشته باشه، شاید مفکوری بسیار خوبی برای تجارت داشته باشه، اما انجامش دادن نمیتونه. دلیلش چیست؟ چون ناخودآگاه کارمند بزرگ شده است تو فولیت. فقط درش گفتم کارمند شو. این زمان بزرگم میشیم فقط منتظر هستیم که کسی بیاید برای ما زمینه رو مساعد بسازن بعدش ما رو بگه انجام بدی. اگر پدر جان یا مادر جان بگه که بگی بچه می پوله بگی برو فلان کار انجام بدی، بعدش میریم انجام میدیم. چون پدر یا مادر میشن کارفرما، ما میشیم کارمند. و این بزرگترین دلیلی هست که امروز ما به بحران بیکاری در کشور مواجه هستیم که جوان ها فقط چون کارمند بزرگ شدن لذا در فعلا بیکار میگردن و فکر میکنن ما هیچ کاری از دست ما نمیاید و اینجا رو باید تغییر بدیم. متاسفانه عزیزا و دوستا به مفکوری که ما شما بزرگ شدیم اشتباس در این عصر. چرا اشتباس؟ این رو براتون میگم. اگر فرض کنیم وضعیت بهبود یابد از نظر اقتصادی، تکنولوژی، از هر لحاظ وضعیت امنیت کشور همه خوب شود و خوبتر و خوبتر هم شود، به نظرتون به این طبقه ای که با مفکوره کارمندی بزرگ شدن و دنبال کارمندی هستن زمینه کار بیشتر میشد یا کم؟ خب همه ایتان میگین بیشتر میشن چون وضعیت خوب میشه، کار میه، امنیت میه. همه ایتان میگین حتما زمینه کارم برشان بیشتر و خوبتر میشه. متاسفانه برعکس، ما زمانی رشد میکنیم تکنولوژی، ماشین آلات میه، جاگزین انسان ها میشن.
شما امروز میبینین در تبابت ماشین آلاتی آمده که در یک ثانیه خون زمانی برش میتین بیش از 61 نوع ماینه را در یک دقیقه براتان میتن. همین شکل اگر بانک ها را مثال بودیم، حالا ماشین اهلی اکثر کشورها مردم به خاطر گرفتن پول و دپازیت یا پرداخت پول در بانک در اکانتش اصلا بانک نمیره، به خاطر انتقال پول اصلا بانک نمیره. ماشین آلات آمده جایگزین انسان ها شده. همین شکل حتی در مسائل ساختمانی شما مشاهده میکنید. پس در آینده اگر یک پوزیشن یا یک مقام کارمندی در یک جای اعلام میشه، شاید بیش از هزارها فرد اونجا درخواست بدن و شما از بین از با خیلی سخت است یک فرد را انتخاب کنیم. پس نتیجه این شد که ما باید بیاییم خود را تغییر بدیم و این مفکوری که بزرگ شده ما تغییر بدیم و حداقل نسل جدید، نسل بعدی را خیانت نکنیم و نگوییم که کارمند شد. حداقل اولادها، خانواده‌ای که داریم، اطفالی که در دور ما فعلا هست، بیان یارا چون دو مفکوره بوده، از دیدگاه روانی، از هر دیدگاه قرآنی، از دیدگاه دینی، از هر دیدگاه ما ببینیم یک موجود دو بار خلق میشه، بار اول در فکر، بار دیگه در واقعیت. منظورش از این است که ما هر چیزی را که فکر کنیم حتما خلقش میکنیم، حتما میریم انجامش میدیم. لذا بهتر است خب دو مفکوره رو دیگه، اینجا کارمند، اینجا جایگزینش شد کارفرما. خب چی بگوییم کارمند شد، چی بگوییم کارفرما شد، کدامش بهتر است؟ بریم نسل جدید خود را به این مفکوره بزرگ نکنیم. انال بریم اکثرا تجارت را دوست دارن اما انجام نمیتن به دلیل از اینکه تصمیم گیری به عهده خودشان است، اما متاسفانه یا چه بزرگ شدن؟ کارمند بزرگ شدن، به این دلیل یا تجارت انجام نمیتن. از این حالت برای بعدش ما میتونیم همه کارها را انجام بدیم.